بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم. در این برنامه طبق معمول به سوالات رسیده شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم هم اگر سوالات شرعی داشته باشید میتونید که سوالات خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا در برنامه های بعدی به اون بپردازیم. اکنون سوالاتی در دست بنده قرار داده که با توفیق و عنایت الهی برنامه‌مون رو با اولین سوال آغاز می‌کنیم که می‌فرمایند سوال کننده: قصد عمره دارم ولی متأسفانه یه بیماری دارم، اون اینکه بعد از دستشویی میگی که فکر می‌کنم یه قطراتی حالا غلیظی چیز از من خارج میشه و این فکر من رو زیاد مشغول کرده به خودش که حتی در نمازهایم شک دارم و نمیدونم چه کار کنم. آیا با این وضع میتونم نماز رو بخونم و عمره رو به جا بیارم؟ یا خیر، راهنمایی کنید، ممنون. بله، سوالشون مشخص بود، اینکه ایشون احساس دارن بعد از حالا دستشویی چنانچه فرمویند بر حال بعد از شستن خودشون احساس بکنن که حالا چیزی ازشون خارج میشه و این امر خب باعث شده که یک تشویش ذهنی براش ایجاد بشه، اینکه حتی شک کنه در عباداتش و اینا. از شعرای قدیم در کتاب‌های بسیار قدیم بر حال مکتب‌خوان‌ها می‌خوندن که این ابیات رو: هست در تو چهار آب دنی، وز یومزی است باز بول منی، وز سعابت وضو شود باطل، وز منی غسل واجب ای عاقل. اینکه فقها اون چیزی که از انسان خارج میشه از به هر حال بول و اونها میگه چهار قسم هست که از این چهار تاش سه تاشون وضو رو باطل میکنه و یکی رو و یکی از آنها چیه؟ غسل رو. و خیلی خلاصه میگه این شاعر که و تقسیم میکنه، نامهاشون رو میبره، ودی هست و مزی هست و به هر حال بول و ادرار و که بول یا ادرار و همچنین مای منی هست که میگه از منی غسل واجب میشه و از بقیه نه. این خیلی ساده و ساده بیان کرده و خلاصه احکام هر چیز رو گفته. در این مسئله فقها بر این هستند که چنانچه اون چیزی که به هر حال شاعر گفته بود، این غسل واجب نمیکنه، اما نجس هست، حکم بول داره و طبیعی است که این در اثر حالا خستگی و یا اینکه چیزای سنگین انسان بلند کرده باشه بعد از به هر حال دستشویی انسان احساس میکنه که به هر حال چیزی حالا شاید غلیظتر و سنگین‌تر از ادرار باشه و از انسان خارج میشه. انسان دیگه شک نکنه، یه خیلی امر به هر حال وارد هست و پیش میاد. غسل به هیچ عنوان این واجب نمیکنه، زیرا که از موجبات غسل به حساب نمیاد، بلکه این وضوع رو باطل میکنه، حکم ادرار داره و انسان میبایستی خودش رو بشوره یا اینکه هر جایی از لباس و بدن اصابت کنه حتما اونها همون محل شسته میشه. پس زیاد نمیخواد که انسان بهش فکر کنه و به هر حال تشویش ذهن داشته باشه، اما میبایست انسان حریص باشه که اونها اون نجاست به بدنش یا به لباسش اصابت نکنه. به هر حال خودش رو آماده میکنه، سعی میکنه که برای اینکه این مشکل براش پیش نیاد قبل از حالا وضو گرفتن به مدتی میره دستشویی، به هر حال خودش آماده میکنه، از دستمال کاغذی چیزهایی استفاده میکنه و به خودش میبنده تا اینکه نجاست به لباسش نرسه و بعد از اینکه حالا اذان داده شد وقتی میخواد بره نماز و خود وضو بگیره بره همون به هر حال پارچه یا دستمال کاغذی که گذاشته عوض کنه یا اینکه بیرون بندازه که دیگه بعد از اون دیگه خب خوشبختانه چیزی نیست. به هر حال چنانچه خودشون هم گفتن بعد از این حالت براش پیش میاد. خب
بعد وضوع میگیره و حالا اگه میخواد خودشو بشوره، طبعا اگه لازم هست حتما خودشو میشوره و وضوع میگیره، وارد مسجد میشه و همچنین ادامه میده و این مشکلی ایجاد نمیکنه. چنانچه خدمتتون عرض کردم دیگه انسان با این برهان چیزی که ذکر شد که چگونه خودش رو آماده کنه برای نماز خوندن، برای سایر عبادات دیگه که طهارت لازم داره، به این وسیله خودش آماده میکنه و دیگه هیچ وسواس و شک و تردیدی هم به خودش راه نده و همچنین برای عمره رفتن، حج به جا آوردن همان مانند نماز خوندنش هست و مشکلی هم نیست و میتونه کاراش رو ادامه بده. بیشتر از این حالا به طول و تفصیلش فکر کنم لازم نباشه بپردازیم و بازم اگر سوالی بود میتونن ایشون تکرار کنن. یه سوال دیگری هست که برادرمون میفرمایند: دانشجو هستم که ماهانه پدرم مقداری هزینه برام میفرسته و من از این به هر حال برای مخارجی روزمرهشون استفاده میکنم و مقداری هم تونستم جمع کنم و که الان در حسابم هست. آیا زکات اون چیزی که برام میفرستند یا اون چیزی که جمع کردم الان لازمش هست که بپردازم یا نه؟ مشخص بود سوالش که پدرشون هزینه یه دانشجوی هزینه تحصیلش رو داره میپردازه. میخواد بگه که خودش درآمد خاصی نداره، خودش به هر حال از یک مصدر مالی مستقلی به هر حال هزینه نمیکنه، بلکه بهش میدن، پدرش داره براش میفرستد مخارج و ایشون تونستن و با این به هر حال فرمول اقتصادی که برای خودشون دارن تونستن مقداری رو از اون هزینه ها برای خودش خب کم کنه و نگه بداره به عنوان اینکه به هر حال در مستقبل یک چیزی داشته باشه، سرمایه داشته باشه. بسیار عالی است و بسیار مناسب و خیلی خوب، خدا توفیقشون بده. و اما مسئله ای که آیا زکات بپردازه و این بازم خودش خب میبایستی ازش تمجید کرد که یک دانشجو بازم در اصول دینش اینقدر مواظب هست که با وجود اینکه یک مصدر رزق مستقلی تجاری نداره اما خوف از این داره که اون چیزی که داره و بهش به هر حال میدن شاید حقوق الله بهش متعلق باشه و اون نمیدونه که ادا بکنه یا نه، و ایزم جازم خود اینه که ازش تمجید بشه و دعای توفیق بشه براش که و بگیم که خداوند امثالتون رو زیادتر کنه. زکات برادر من میدونید که با دو شرط واجب میشه، باید میبایستی دو شرط به هر حال یا دو سبب ایجاد بشه که بگیم زکات الان لازم هست. یکی از اون دو شرط این که زکات در هر مقدار مالی واجب نیست مگر اینکه به یک حد معینی برسه که شریعت اون رو تعیین کرده، به قیمت 20 مثقال طلا یا بگیم 85 گرم طلای خالص یا اینکه 599 گرم قیمت نقره خالص. اینجاست که اگر قیمت نقره 595 باشه پول شما به این و بدن این مقدار بهت میگم که به حد نصاب رسیده یا همون 85 گرم طلای خالص. اگر پولتون که اون چیزی که هزینه کردید به این مطلب هست، خب پس شرط اول به وجود آمده و همون حد نصاب هست. حالا یک شرط دوم هست و اون این که 12 ماه قمری ازش بگذره از اون مبلغی که حالا بگیم شما جمع کردید و شما در دست دارید الان، میبایستی 12 ماه قمری ازش بگذره. حالا شما براتون واجب میشه که زکات اون رو که دارین بپردازین. حالا شاید در این حسابتون این مقدار باشه، در حساب دیگرتون، در شهر خودتون، در کشورتون باز حساباتی داشته باشین که طبعا مجموعاً میبایسته با هم دیگه جمع کرد. اینطور نیست که حالا هر حسابی مستقل نصاب مستقل خودش داشته باشه، نه، همین حسابات باید جمع بشه که قیمت همون 85 گرم طلا یا 595 گرم نقره میبایستی به دست بیاد. اگر قیمت مجموع اون چیزی که دارید در تمام حساباتت، حالا در کشور خودتون، در محل درستون که به این قیمت باشه، میگم که حالا اون حد نصاب، اون حد معینی که شریعت به هر حال معین کرده شما اون اندازه دارین
و با گذشت یک سال براتون واجب میشه که زکاتش رو بپردازین. اما این که ماهونه براتون ایشون براتون بهتون میدن و شما بخواید اون زکات اون رو بپردازید و ازش نگذشته باشه، این میگم که لازم نیست و واجبتون نیست. بنابر رأی جمهور این که میبایستی از اون چیزی که حالا دارید در دست دارید از این مقدار کم نشه. بله، سال گذشته، امروز به عنوان مثال میگم که رمضان هست، الان شما حساب کردید تازه سال بر اون حد نصاب گذشته، الان یک مقدار پول برات فرستادن. خب اینجا دیگه برای اینکه برات حالا میگم نشه که حالا ماهونه بخواید حساب کنید، میتونید این مقدار که برات فرستادن با اون چیزی که دارین رو هم حساب کنید و زکات یک سالش رو بپردازید. هر چند اون مقدارهای اخیری که رسیده شاید سال ازش نگذشته باشه، اما مانعی نداره و یک نوع به هر حال میگیم که زکات به حساب حالا انسان تعجیل کرده، با عجله داده، مشکلی نداره و این اجرتون هم هست ان شاء الله تعالی. پس شما اگر اون مقدار به اون حد نرسیده باشی، لازم نیست که شما زکاتش رو بپردازید. خب انشالله که جوابتون رو داده باشم و جوابتون رو گرفته باشین. برمیگردیم به سوال بعدی ما که باز برادری میفرمایند اگر کسی در زمان خطبه، یعنی در روز جمعه زمانی که امام داره خطبه میخونه، کسی با موبایلش مشغول بشه و موضوع خطبه را داره خلاصه میکنه، مینویسه و یا برای دیگری داره ارسال میکنه که موضوع خطبه چی هست و یا خطبه رو خطیب رو داره به اون معرفی میکنه، آیا این ثواب جمعه ازش کم میشه؟ خب جمعه و خطیب و خطبه و اینها معنی این که انسان اونهایی که نمازگزارن و اونها با خطیب باشن، بدونن داره در چه موضوعی صحبت میکنه و نشستنشون و استماعشون مطمئن باشن که این خودش یک عبادت هست و لازم هست که استماع داشته باشن، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث میفرماید که من توضع فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن منس الحصى فقد لغى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم مي فرمايت كي كسي كي وضوء بيقره در منزلش سپس بره مسجد و خطبه رو گوش کنه و استمع، چیکار کنه؟ گوش کنه، خطبه رو گوش کنه و توجه کنه به خطبه و موضوع خطبه و اینا، خداوند گناه بین دو جمعه و زیادی از اون، یعنی 10 روز چیه، گناهشو عفو میکنه، میبخشه. و کسی که حالا یعنی مشغول بشه از خطبه به چیز دیگه مشغول بشه، میگه که فمن مس الحصا، کسی که حالا سنگریزایی که حالا در اون زمان که مسجد مفروش نبوده مثل امروز، میگه که حالا کسی که مشغول سنگریزه و اینا بشه، سنگ جمع کنه یا به هر حال حواسش به اون چیزهای دیگه باشه غیر از خطبه، میگه که این دیگه از اون ثواب، این یک نوع لغو، عمل لغو و بیهوده داره انجام میده، یعنی جزء زمره اون کسانی که این اجر ثواب براشون نوشته میشه نیستن. اون کسانی که ما بین جمعتین براشون آمرزده میشه گناهاشون چیه، جزء اونها به حساب نمیان، از اونها جزء اونها نمیتونن باشن. این اینو میرسونه که استماع خطبه لازم هست و معناش اینه که به چیزی دیگه نباید انسان مشغول بشه. یک نوع نهی است از اینکه انسان به چیزی دیگه مشغول بشه. ظاهرا ما یه میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه مطلب رو کامل خواهیم کرد. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم که با ما هستید، برنامه رو دنبال میکنید. برنامه‌مون درباره بحثمون درباره خطبه و استماع خطبه و یا اینکه کسی اگر بخواد موضوع خطبه را حالا ارسال کنه با واتساپ و دیگر وسایلی که وجود داره برای کسی دیگه، برای جای دیگه، آیا این عمل بیهوده به حساب میاد یا اینکه باعث میشه انسان از اجر جمعه و اون از ثوابی که درش هست و امتیازاتی که درش هست ازش محروم بشه؟ میگیم که گفتیم خیلی عرض شد خدمتتون که بله، رسول الله صلی الله علیه و سلم اون چیزی که از استماع تو رو باز بداره و تو رو مشغول کنه، این ازش نهی شده، مفهومش اینه که ممنوع هست.
زیرا که در یک حدیثی باز هست که اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقد لغوت، او كما قال صلی الله علیه و سلم، اگر شما حتی به دوستت بغل دستید بگید که ساکت شو صحبت نکن، مثلا امام داره خطبه میخونه، در صورتی که امام مشغول خطبه خوندن باشه، این هم چیه؟ میگه که در اصل شما خودتون رو محروم کردید، اینم خودش لغو هست، این خودش هم یک عمله که در اصل نسبت به اون چیزهایی که یا اعمالی که میبایستی باشه بر در هنگام خطبه خوندن، شما از اون اعمال خیرش چیه محروم کرده، از اون ثوابش محروم کرده، فقط لغوته. پس شما هم این در اینجا چیه؟ عملی بیهوده، عملی ملغا، عملی که حالا ارزش نداره انجام دادین. اینجاست که پس استماع، لفظ استماع است اومده، استماع کردن یعنی که خود رو به هر حال گوش دادن، یعنی خودش رو مشغول کردن به صحبت‌های خطیب و امام جمعه هست. اینجاست که پس کسی غیر از این بخواد انجام بده، چی؟ عمل بیهوده داره انجام میده. حالا فرق نمی‌کنه این عمل که اون چیزی که شما رو مشغول می‌کنه مطالعه چیزی هست، یا اینی که حالا تسبیح دارید می‌ندازید، سبحان الله دارید می‌گید، یا اینی که حالا روز جمعه دارید صلوات می‌فرستید که شما من و شما تشویق شدیم به صلوات فرستادن، و یا اینکه حالا دارید واتساپ میفرستید، یا اینکه دارید با کسی چت میکنید، یا اینکه صحبت هر چیزی بخواد باشه، حالا اینکه دیگه گناهش بیشتره که از ما از موضوع هر عبادت هم خارج شدید. اینجاست که میگیم طبعا اون مزایایی که در نظر گرفتن برای یک شخصی که اومده نماز جمعه و خطبه رو داره گوش میکنه، خودتون رو محروم کردین و محروم شدین. و اینجاست که اون بدونید طبیعی است که انسان در زندگی روزمره دچار اشکالاتی، خطاهایی، به هر حال اشتباهاتی میشه که از نظر دینی به هر حال اجر و ثوابش کم میشه یا گناه براش نوشته میشه. اعمال کوچیکی که انسان بعض انسان سر میزنه، به هر حال انسان هست، صحبتی میکنه، چیزی میشنوه، چیزی رو میبینه، به هر حال چیزی رو میگه، این گناهانی براش نوشته میشه که این لطف خداوند به هر حال شامل حال نصیب بندگانش شده که عباداتی رو قرار داده که همین مسائل خطاها رو محو میکنه. من جمله چیه؟ همین جمعه تا جمعه، یعنی ببین نمازهای پنجگانه و همچنین جمعه تا جمعه، رمضان تا رمضان، عمره تا عمره، اینا چیه؟ گناهان کوچیکی که به هر حال از من و شما سر میزنه در این ایام چیه؟ پاک میکنه. خب حالا چرا انسان خودش رو محروم کنه از اون خیری که خداوند براش چیه در نظر گرفته؟ و اینکه ما حالا بخوایم نیم ساعت بگیم فقط این وسایل رو کنار بذاریم و بخوایم گوش کنیم به خطبه، اینجا سزاوار نیست که انسان این اعمال نیک و این اجر و ثواب و پاداش زیادی که وجود داره از خودش رو چیکار کنه، به هر حال خودش رو محروم کنه از این. پس بهتر اینه که این وسایل رو کنار گذاشته بشه، اصلا کلن تو ماشین بذاریم و بیاییم به خطبه گوش کنیم و این اجر و ثواب رو ببریم. ببینید وقتی که رسول الله فرموندن که انسان خودش رو مشغول نکنه به چیزی دیگه، یا اینکه بگیم کسی که استماع کنه و به هر حال لغو انجام نده، یعنی اعمالهای ناشایسته رو نباید انجام بده، این نهی بعضی گفتن حرام هست، بعضی گفتن حالا مکروه هست، بر حسب حال به هر حال انسان زیاد به خود مشغول کنه، دیگران مزاحم، طبعا حرام میشه، خودش فقط افکارش به خود بنباشه، حداقلش اینه که این مکروه هست، هرچند که علما این رو درست ندونستن. به هر حال امیدوارم که خداوند توفیق بده به همه و بتونیم از اون فرصت هایی که خداوند برامون قرار میده به نحو احسن ما چیکار کنیم، استفاده ببریم و خودمون رو از اونها محروم نکنیم. برادری نوشتن که سوال جدید که میفرمایند در یه مجلس نشسته بودم که شخص به هر حال بزرگی یا وارد مجلس شدن، و معمولا در منطقه ما رسم اینه که در مجلس افراد بلند میشن وقتی کسی وارد میشه یا مهمان میاد، میگه بلند میشن و من باب احترام به اون سلام میکنن و اون رو به هر حال در یه جای خوبی رو به هر حال هدایت میکنن. و یکی از ملاهای مدرن، بله ایشون ملاهای مدرن صحبت کردن که این ایستادن و برخواستن اینها این حرام هست و این درست نیست،
و به هر حال ما رو و یا افراد رو مستحق عذاب و جهنم دونست و اینها. میگه آیا واقعا چنین است؟ آیا این عمل حرام هست در صورتی که دین اسلام که آنجایی که میگه ما میدونیم دین است که ما را دعوت کرده به احترام و دوستی و محبت، آیا این صحیح هست یا نه؟ خب مشخص بود به هر حال ما مشکل ما یا مشکل حالا ما طلاب اینه که وقتی که چیزی شنیدیم یعنی یا بگیم که اصطلاحات رو درست نمیتونیم تعبیر کنیم بر اساس اون چیزی که ما فکر کردیم یا اینکه ما تصورش داریم میکنیم، فکر میکنیم که این درسته و برداشت دیگری شاید ازش نشه. معذرت میخوام. ببینید در حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که من سره ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار او كما قال صلی الله علیه و سلم، کسی که خوشش بیاد و شاد بشه از این که یتمثل له الرجل او الرجال، یعنی تشبیه داره تشبیه میکنه به خودشون رو در مقابلش، یعنی خودشون رو بیستن در مقابلش، قیام کنن در مقابلش، یعنی یتمثل هست یا بگیم که تشبیه در میارن. در اصل میخوام بگم که معنای دیگری داره پیدا میکنه که با حدیث بعدی بیشتر مشخص خواهد شد. کسی که این بخواد یعنی این از این عمل خوشش بیاد و با این عمل به هر حال راضی بشه، این میبایستی خودش رو برای عذاب جهنم آماده کنه. و در حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر این معنای این حدیث رو بیشتر بیان میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی فرمودن که اون رو تعظیم کنند مانند عجم که به هر حال بزرگانشون رو یا عمراشون بگیم رو چی تعظیم میکنن. میفرماید لا تعظمونی کما يعظم الاعاجم بعضهم بعضا او کما قال صلی الله علیه و سلم، میگه که مرا از حد خودم بالاتر نبرید، مرا زیاد تعظیم نکنید همانند عجم ها، یعنی حالا ملت های دیگر مثل فرس و دیگر اهل روم که در مقابل پادشاهانشون چطوری به هر حال اونها رو تعظیم میکنن و می ایستند. یعنی وقتی که به هر حال امیرشون یا پادشاهشون، ملکشون، رئیسشون هست، اونها دیگه عبید اون به حساب میان، بندی اون به حساب میان. در مقابل تا زمان که ایشون نشستن اونها حق نشستن ندارن، میبایستی ایستاده باشن. حال اگر بر حال چنانچه گفتن اگر اینا دراز کشیده باشن اونا حق نشستن دارن. پس رسول الله نهی کرده که به این صورت، یعنی ببین وقتی که یک عمل کردی مفهوم عبادت رو به خودش بگیره و این مفهوم داشته باشه، اینجا میشه حرام. اینجا میشه حرام وقتی کسی وارد میشه و میخواد که چون به نظر خودش بزرگ هست حتما دیگران، بلکه واجب اونهاست که در مقابلش بیستند. اگر تصور این باشه طبعا نهی است و ممنوع است و حرام است و این فکر کاملا اشتباه است و این صاحب این فکر هست که میبایستی این فکر رو داشته باشه که فلیتبوا مقعده من النار او کما قال صلی الله علیه و سلم او الیاذ بالله. کسی که این تصور داشته باشه که ایشون در اولویت هستند، ایشون به هر حال پیش خداوند مقامی دیگری دارند که اونها بندگان دیگری که در حالا در خدمت گزارانی که هستند در پیشش میبایستی اون رو پرستش کنند، اون رو به حد یک معبود الیاذ بالله برسونند، و طبعا کسی که این تصور داشته باشه چی ممنوع هست و این حرام هست. اما این که ما به دید احترام در مقابل یک فرد بیستیم و این که به هر حال اون رو ازشون استقبال کنیم وقتی وارد مجلس میشن و به هر حال برای سلام بریم جلوش و بهش سلام کنیم، این چنانچه شیخ رحمه الله، شیخ بن باز امام رحمه الله میفرمایند این از مکارم اخلاقه، این از بسیار عمل نیک هست و این ادب به هر حال جامعه اون رو یا اون مجلس رو داره میرسونه. این نیست که بگیم این حرکت ها حرام هست، پس زیرا که
ادله هایی هم هست در این مسئله. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که وارد می شدن در منزل فاطمه، حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چیکار میکنه؟ بلند می شدن و استقبال میکردن از رسول الله صلی الله علیه و سلم و پدر رو میبوسیدن و در مکانی که بر لایق پیامبر بود اون رو می نشوندن. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون وقتی که حضرت فاطمه وارد می شدن در مجلسش، در خانهش، در خانه ام المؤمنین عایشه، ام المؤمنین روایت می فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم از جای خودش بلند می شدند با وجودی که پدرشون بودن و رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و این بلند می شدن و دختر رو و حضرت فاطمه رو به هر حال در آغوش می گرفتن، می بوسیدن و اون رو در کنار خودش و در به هر حال مسند خودش اون رو می نشوند. همچنین وقتی که سعد بن معاذ به هر حال رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور میده که قومو لسیدکم، میفرماید که در جلو میگه بلند، وقتی که آوردنش به هر حال از حکم از حکمیت برگشت فرمودن که بلند شید براش. ببینید رسول الله اگر این فکر به هر حال عام بود در همه جا در به هر نحوی به هر حال این بود فعالیت با مقدم نهار که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو خودش انجام نمیدادن، دستور نمیدادن، راضی نمیشدن به عمل دخترشون فاطمه. همچنین جعفر الطیار رضی الله عنه وقتی به هر حال برگشتند و همچنین خب در جلوشون بلند شدن، وقتی که به هر حال دیگر بزرگان به هر حال که می رسیدن از راه یا یک توبه براشون به هر حال می اومد از یک گناهی، باز دیگران از اون استقبال می کردن و بلند می شدن. پس همین اینا چیه؟ ثابت شده هست. معذرت میخوام، علما فرمودن که قیام یا برخواستن در جلوی دیگران ما میفرمایند که ما به سه گروه تقسیم میکنیم، یعنی که میگیم که علما به سه گروه تقسیم کردن. یک گروه که ممنوع هست، یک قسم که ممنوع هست و اون که فرد دیگران رو من باب بنده نگاه کنه و از این جهت بخواد که اون در مقابلش بیستن و به هر حال هر وقت وارد شدن یا خارج شدن چیه اینا این احترام رو براش به جا بیارن، این ممنوع و این حرام هست. این شامل همون حدیث اوله. دومی نه، این که بدون هیچ دلیل هر کسی به هر حال هر زمانی که وارد شد فردی بلند میشن، هر زمانی خون بخواد بره بلند میشن، هر زمانی بس که بعد در خیلی از ما در کشور ما ایران این هست، این وجود داره. گفتن که این مکروهه، تا این حد مکروهه. اما این که نه، حالا یه بزرگی به هر حال از راه میرسه وارد مجلس میشه و این داره میاد و دیگران دو بلند میشن، این مانی نداره و این صحیح است و جزء مکارم اخلاق به حساب میاد. ظاهرا ما یه میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه انشالله برنامه را دنبال خواهیم کرد. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز محترم، برمیگردیم به سوال جدید و آن اینکه خواهری میفرمایند که اگر زن و شوهری از هم جدا بشند، بله لا حول ولا قوه الا بالله، خب فرزند خردسالی هم داشته باشند و مادر بخواد اون رو تحویل نگیره به پدرش بده، آیا گناه داره؟ حق در حال سرپرستی و حق اینکه طفل رو اولویت داشته باشه در پرورشش و در تربیتش طبعا به مادر داده شده و این طبعا نسبت به حالا عطوفتی که بین پدر و مادر نسبت به بچه وجود داره، برای چون برای مادر بیشتره دیگه. و همچنین از اونجایی که بچه در کنار مادر کمتر بهش ظلم خواهد شد و کمتر احساس سختی میکنه و بیشتر انسش طبعا با مادر گرفته، اسلام منافع حالا طرفین و همچنین مادر بیشتر مؤثر میشه در جدایی فرزند ازش، نه مثل پدر هست. پدر خودشو به تجارت و کسب و کار و بیرون رفتن و به هر حال سفر و اینها مشغول میکنه و طبیعی است که همه جا همراهش نیست، اما مادر معمولا در منزل هست و
به مشکل برار همین جدایی شاید بگیم که تا اندازه ای ازش کم میکنه این عذاب و وجدان اینا. پس اولویت در اصل به مادر داده شده، پس هم ظروف فرزند و طفل و صغیر در نظر گرفته، مد نظر قرار داده اسلام، و همچنین حالت مادر. اینجاست که اولویت رو به مادر میدن. یک خانم میاد پیش رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که به هر حال این در زمان منزلگاه شکم موده، از به هر حال از پستان من شیر خورده و الان پدرش منو به هر حال از من جدا شده و منو طلاق داده، میخواد بچه‌م از این بگیره. رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که نه، تو اون مستحق تری، ما لم تنکحی، او کما قال رسول الله انت احق بها ما لم تنکحی. میفرماید که شما مستحق ترید به اینکه اون رو در کنار خودتون نگه دارید و تا این زمانی که ازدواج نکردید. وقتی که ازدواج کردید دیگه طبعا این حق و این اولویت چیه ازتون برداشته میشه، زیرا که دیگه انسان مادر خب کسی رو در کنار داره که به هر حال بهش انس بگیره، و طبیعی است که یک فرزند در کنار یک مرد اجنبی شاید چندان بهش خوش نیاد یا اون مرد راضی نباشه، شاید مرد بهش ظلم کنه، و پدر اینجا طبعا شاید بیشتر بتونه ازش حمایت کنه. علی کل حال میگیم که با این بیانات در اصل میخوایم بگیم که واجب زن نیست که حتما حالا فرزند رو، سرپرستی بچه رو بهش اجبار بشه و باید حتما اون رو سرپرستی کنه. نه، این حقه و ایشون مستحق‌تر هستن نسبت به کسی دیگه، نسبت به شوهرش تا زمانی که ازدواج نکرده. حالا اگه بخواد که از این حق خودش استفاده نکنه، خب واجبش نیست، مشکل ایجاد نمیکنه، خب منتقل میشه به فرد دوم که همون پدرش باشه، مگر اینکه بچه شیرخوار باشه و این کسی دیگه هم نباشه یا وسایل دیگر هم نباشه که به هر حال این قضا بهش برسه این بچه. در این زمان میگیم که حالا واجب میشه برای خانم و میبایستی اون رو به هر حال شیر بده تا اینکه در به حد به هر حال انفصال برسه. و اما غیر از این اگه باشه، نه واجبش نیست، ایشون میتونن حالا به هر حال فرزند رو به پدرش بسپاره. اما یه چیزی که هست که میبایستی مد نظر قرار بگیره، این بچه نبایستی یک وسیله باشه برای فشاوردن به طرف مقابل، این ممنوعه. یعنی نبایستی مادر فرزند رو یک وسیله قرار بده تا اینکه فشار بیاره به پدرش، و همچنین پدر نبایستی فرزند رو، این نوزاد رو، یه وسیله برای فشار آوردن به مادر و خانمش تا اینکه بخواد مثلا مهرش رو حلالش کنه یا از وسایل از حقوقش بگذره یا از طلبهاش بگذره یا از مسائل دیگه. این ممنوعه و این حرامه، این حرامه، زیرا که حالا فرزند برای سرپرستی و به هر حال برای رضاعت قوانینی داره، شریعت قوانینی گذاشته و این مسائل میبایستی طی کرد، و حق و حقوق و مطالبات و که حالا زن از مرد داره یا برعکسش، به هر حال این هم راه خودشو داره. پس نبایستی وسیله باشه این طفل که یکی میخواد از دیگری چی امتیاز بگیره. این ممنوع است و این حرام است، و این طبعا میبایستی حالا دادگاه های ما و شورای حل اختلاف جلوی این مسائل رو بگیرن، و این صحیح نیست و این جایز نیست اصلا. در اصل لا تضار ولد بولده ولا مولود له بولده، نه مادر و نه هم پدر که ضرر ببینن از طرف، یعنی با وسیله این بچه، نه خیر. اینها هر کسی هر حقی که داره باید بهش برسه، اما فرزند و این طفل طبعا حق اولویت ها براش در نظر گرفته شده، و هر جا که بهتر هست براش، هر کسی در هر جایی که نسبت به تربیتش و دراستش و وسایل بهداشتیش و این مسائل بیشتر بهش میتونن برسن، اون اولویت پیدا میکنه. خب در اصل اون چیزی، اون کسی که براش فداکاری میکنه مادر دیگه. بعد از مادر، اگر مادر نباشه یا بعد از مادر حالا صرف نظر کنه از این به هر حال یک وظیفه یا اون حق، یک حقیقتی که داره، خب برمیگرده به پدر.
و همچنین که حالا فقها به هر حال جهات رو بیان کردن، جهات مثلا تعصیب و اینا که چه کسانی مستحقترن به این فرزند که تا حالا ازش سرپرستی کنن و اون رو به مراحل دیگه برسونن. و پس مانی نداره که حالا خواهرمون بگه که من نخواهم، من نمیتونم ازش به هر حال سرپرستی این فرزند رو بر عهده بگیرم، میخوام به هر حال آزاد خودم باشم، یا میخوام برم سر کار، یا میخوام برم سفر داشته باشم، جای دیگه میخوام برم. خب مانعی نداره، این یک حق هست که شما اولویت بهش پیدا کردین. حالا اگر شما نخواهین، خب برمیگرده به پدرش و این پدرش هست که میبایست این رو انجام بره و عهده دار بشه. اما باز تاکید میکنم شرط اینه که شما نخواهید سوء استفاده کنید از این ماجرا. اینطور نباشه که شما بخواید این رو وسیله قرار بدید تا اینکه مرد رو زیر فشار قرار بدید که به هر حال از شما تبعیت کنه و یا شروط شما رو بپذیره. سوالی هست، سوال دیگر، اون که اگر کسی خانمی حامله بوده روزه نرفته، میبایستی چقدر کفاره بده؟ سوالشون اینه. خب کی گفتی که اگر که حامله بوده روزه نرفته باید کفاره بده؟ که شما میفرمایید چقدر باید بده؟ چون چیزی نیست که هر کسی حامله باشه نتونه بره روزه دیگه باید کفاره بده، نه خیر. یا کسی مریض بوده نتونه، فکر کنید کسی مریض بوده، حالا پدرتون پدر بزرگتون کسی بیمار بوده 3 روز 4 روز نتونسته حالا روزه بره، بعد کفاره بده، نه خیر. زمانی که بعد از رمضان، زمانی که فرصت مناسب باشه براش، چیکار میکنه؟ قضا میکنه، روزش رو میگیره. شما هم همچنین، شما میبایستی بعد از این که حالا وضع حمل کردین و اوضاع مناسب باشه براتون و روی بچه‌تون تاثیر نمیذاره روزه گرفتن، قضا کردن، خب میتونید در اون ایام قضا کنید. فکر کنید که هفته یه روز، هفته دو روز بتونید روزه بگیرید تا اینکه قضاهاتون چیه تمام بشه. اما اینکه بفکر کنید حالا چون به خاطر حمل روزه نرفتید حتما میبایست فدیه بدین، نه خیر، چنین چیزی نیست. بلکه شما اون چیزی که براتون واجب هست و لازم هست همون روزه گرفتن هست، یعنی قضا کردنه، پس هیچ کفاره هم وجود نداره براتون. حال اگر در مذهب شافعی اینه که اگر شما حامل بودین، چند ماه بعد رمضان حامل هم بودین، بعد وضع حمل کردین، حالا بعد از اونم داشتین بچه رو شیر میدادین، نتونستین قضا کنید، نتونستین، اصلا وقت مناسب نبود و امکان نداشت براتون، رمضان دیگه رسید و که شما میبایستی روزه بگیرین، فکر کنید حالا دیگه قضای سال گذشتهتون مونده. حال اینجا میگه در مذهب شافعی اینه و کسانی که موافقش هستند، این که شما در مقابل هر روز قضا که بعد از این رمضان دوم دارید میگیرین، مال یک سال پیشش، یعنی شما در مقابل یک روز رمضان یک وعده قضا هم میدین فدیه، به عنوان یک جریمه که نتونستین به هر حال، یا بگیم که قضا نکردین، تساهل به خرج دادین. بعضی از علما بر این هستن که اگر نتونسته و تساهلی نبوده فدیه هم نمیخواد، هر وقتی قضا کنه مانعی نداره. اما در مذهب شافعی و دیگر بزرگان مذهب اهل سنت بر این هستن که یک جریمه براش هست، یعنی در مقابل هر روزی که قضا داشته و روزه نگرفته یک وعده قضا میده. این هست. اون کسانی که فدیه هستن، چنانچه که در سوال شما اومده بود، اون کسانی هستن که فکر کنید نمیتونن اصلا روزه بگیرن. فکر کنید حالا کسی که در اثر حالا کهولتی که داره، یعنی سن بالایی که داره، فرسودگی به هر حال بهش دست داده، به سن کهولت رسیده، دیگه نمیتونه، توان روزه گرفتن نداره. حالا اینطور نیست که شما منتظر، شاید منتظر بمونید یک سال دیگه بعد بتونه روزه رو بگیره، نه خیر، بدتر میشه و بهتر نه. طبیعی است که این میگین که حالا این کفاره داره یا بگین فدیه داره، این روزه نداره دیگه، منتظر نمیمونن که شاید خوب بشه، شاید بهتر باشه، نه، این دیگه فدیه ثابت هست براش در مقابل هر روز از رمضان یک وعده قضاست. یا بیماری که بیماری مزمن داره، شخصی بیمار هست، بیماریش مزمن هست، علاجی نداره و به این صورت باید بگذرونه تا اینکه به هر حال دنیا تموم کنه دیگه. میگن که خب حالا اینم میگیم که امید نیست که زیرا که توصیه روزه نگیره، فکر کنه بدنش نیاز به آب داره و بایستی هر روز اینقدر لیتر آب بنوشه و اگر روزی بگیره حتما تلف خواهد شد
و اینجاست که ممنوعه هر روزه بگیره، شرعا هم براش ممنوعه، به خاطر که بتونه خودشو نجات بده دیگه. اینجا میگیم که خب این شخص میتونه روزه رو فدیه بده به روزه، مانعی نداره، منتظر نمیمونه دیگه. اما من و شمایی که موقتا بیمار شدیم و شمایی که الحمدلله خب حالا به هر حال بشارت فرزند دارین و میتونید یک سال بعد چند ماه بعد روزه رو قضا کنید، دیگه فدیه ای وجود نداره، بلکه قضاش واجب لازم هست. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. فعده من ايام اخر، کسانی که از شما مریض باشند و یا در سفر باشند و نتونن روزه بگیرن، چیه؟ روزشون در روزهای دیگه میباسی ادا کنن و به جاش بگیرن، یعنی قضا واسطه بکنن. پس فدیه برای شما یا کفاره که خودتون نوشتین وجود نداره و فدیه وجود نداره، پس حتما قضاتون هست. و همچنین هر کسی که بیماری داشته باشه، هر کسی که مشکل داره، حالا اگر کسی بیمار شد و نتونست روزه بگیره و بعد فرصت قضا کردن هم نداشت، فوت شد، این به هر حال اینم چیزی نداره، مگر کسی که فرصت قضا داشته باشه، فوت کرده باشه، نتونسته، فکر کرده که حالا زمستون بگیره، مجال زمستون براش پیش نیومده، این به جاش روزه میگیرند یا در مذهب شافعی به جاش چیه؟ یک کفاره میدند. اما روزه گرفتن افضل تره که فرزندانش کسی به جاش روزه بگیره. حالا هرچند که با عجله گفتم، امیدوارم که متوجه بشین زیرا که دارن وقتمون به پایان رسیده. کسی که بیمار بوده موقتا و نتونسته و بعدم شفا پیدا کرده، قضا نکرده، حالا بعد فوت کرده، طبعا این به جاش قضا میگیرند. و ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.